Suat Can. Hazır mı bineyim? Bale, bana. Suat, biz tu non nuas. Az kona boda, az avlot, fakat kuda ton hamin kona. Ek modar kalan doşam. Ho. Rusi bisiyor bana dost me doştam. Ba fikri kuda ton. Simoyşon çikona boşa. اولین شده کی رو دیدم میخوای؟ اگر چونین قدرت به من روی دیاد من اولین شده مادرم رو دیدم میخوام. چی آرزو داره؟ آرزوی من تنها دیداری خداوند است. در دنیا زیاد انسان ها رو دیدیم که با وجودی توانا بودن، قدرتمند بودن، دارا بودن و با وجودی همه کار رو دانستن و توانستن بسیار موارد شکر کردن رو فراموش میکنن. با خیالشان خیلی سرکار هستن، سر تشویش هستن و حالا وقت پیدا میکنن برای شکرگزار بودن و برای قانع بودن از داشتن همه نعمت هایشان. درود بیننده عزیز و ارجمند، این نشری دیگری برنامه ما است که از ستودیوی نو منظوری شما نموده ایستاده‌ایم. امید برام می‌بندیم که پسند شما، قابل شما و قبول شما می‌گردد. شاید سوال تولید گردد که چرا ما این نوبت یک ستودیوی رو انتخاب نمودیم که خالی از سفیدی است، یعنی تاریک است. می‌دونید زندگی بعضی انسان‌ها همین گونه است، یک رنگ. این هم باشد فقط رنگی تاریک است. گاهی به خودتون سوال دادید که مثلا اگر یک روز از روح گشتن، از دیدن باز میموندید چیکار میکردید؟ آیا حداقل یک روز صبر کرده میتوانستید یا نه؟ امروز در مهمانی ما نفری هستند که زیاد از 35 سال اینجانب از دیدن محروم هستند، یا اگر من ساده تر کرده گویم از زمانی که به این دنیا آمدند از دیدن این همه زیبایی های دنیایی که من و شما دیده ایستاده‌ایم محروم هستند. ولی با وجود این همه قناعتمند، با وجود این همه شکرگزار و با وجود این همه حرکت میکنند، تلاش میورزند که اطرافیانشان از زندگیشان قناعتمند باشند. امروز در مهمانی ما عبدالملک تورسونوف. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید. سلام علیکم شد. خرسند هستیم که در آغاز سال 2024 شما در برنامه ما حضور دارید. ما از چهره مبارک شما بهره‌مند شده ایستادیم و امید برام می‌بندم که صحبت امروزه ما چندان میتواند که تاثیرش رو با آنانی که وقت نمی‌بند برای شکرگزاری نمودن با آنها یک تاثیرش رو رساند. البته. خب در آغاز از تاب شما پرسان شده هستم که عبدالملک. تشکر زیاد دوستی عزیزم. من بسیار یک تابی بولیده دارم. اولا ایسار سپاس با شما که مرا به این برنامه دعوت نمودید و فکر میکنم که این شب صحبت ما یک صحبت خاطرمان و گوارو خواهد بود، هم برای ما و هم برای بینندگان تلویزیون. سلامت باشید اکی عبدالملک. من شما رو خوب میشناسم که یکی از کارمندان پیشقدم انسامبل ششمخم خانون نوری خوجند هستید. بله. و بزرگ که در همون جدایی که شما فعالیت برده ایستاده سالیانی سال فعالیت کنید، کار کنید و برای رشد و نمایی صنعتی اصیل تاجیک زحمتان رو گذارید. تشکر. خب با دو دیگر کار هم میکنید؟ بله البته. چی کارهای دیگر؟ من در خانه با تعلیم و تربیه فرزندانم مشغول هستم. خب. از خواندن فرزندانم نظارت میبرم. همراه اونها وقتی که کتابش رو ورق میزند دخترچه من میخواند، من با او میفهمونم در اون جایی که در میموند. البته با همین کارهایی که مشغول هستم. اشتباه نکنم دو فرزند دارید؟ بله بله. نامشون؟ صفیه خان و سید جان. صفیه خان و سید جان. بله. خب اکی عبدالملک، تا آغازی سفتی برنامه با شما البته صحبت داشتیم و چند معلومات رو از خودتون گرفتم که مثلا
از روزی که با دنیا آمده از دیدن این دنیا این دنیای زیبا محروم هستید. بله. از خانواده از اولاد فقط خودتون همین گونه؟ بله، من از همون اولادمونیو که از خانواده اگر گیریم تنها من هستم، فرزندی کلونی نابینا هستم. از همین وقتی که از مادر به دنیا آمدم، چون که قید کردید. وقتی که من با شما صحبت پسی کادری داشتم، یکون لحظه مشاهده نکردم که مثلا شما از زندگیتون، از روزگارتون، از عمرتون ایساری ناراضیگی داشته باشید. همیشه خوش سخن بودید و همیشه تبسم کنون حرف می زدید. قناعتمند هستید از زندگیتون؟ بله، البته در دنیا انسانوی هستم. خب، چون که اینجا ذکر کردید، با وجودی همین قدر خیلی نمیگویم دارویی، از همه چیز خداوند با اونها دست و پای مثلا رسا داده است، چشم بینا داده است، گوش شنوا داده است، لیکن با کارهای بیهوده مشغول هستند. بعضی در زندگی ناشکری میکنن. من فکر میکنم که در همین زندگی استاد جرابه مرادوف میگن که یگانه شخصیت های شکر گذار هستن که همین شخصانی که دنیا رو به چشمی سر ندیدن، اینها در تمامی پستی و بلندی شکر گذار هستن. و من نیز چنین هستم. من در حیاتی خودم البته که یگان وقت ناراضی نیستم، شکر خدا پیش برنده اویله هستم، امروز سرور و سردار و سربان اویله هستم. البته به همه همین چیزو شکر گذار هستم. اگر ما انیخ کرده گویم چند سال هستید امروز؟ اگر انیخ کرده گویم، ولی من امروز 37 سال دارم. 37 سال؟ بله. خب، همین 37 سالی که شما عمر به سر برده استاده، چند سالش رو برای شفا یافتن بخشیدید، حرکت کرده، تلاش ورزید، چند سالی عمرتون رو بخشیدید برای شفا یافتن؟ تشکر زیاد. البته که من باید یک چیز رو قید نمایم که هر یک پدر و مادر البته برای فرزند خود تلاش میکند. و از جمله پدر و مادری من نیز برای من زیاد زیاد تلاش کردم و زیاد از 20 سالی عمر رو من صرف همین دارو درمانی طبیبان و گفتگوی طبیبان و دکتران کردم. ولی در آخر فهمیدم که یگان نتیجه نیست. سفرها داشتید بیرون از مملکت؟ بله، من تو جمهوری تتارستان شهر اوفه رفتم. اون وقت 9 یا 10 ساله بودم تقریبا. از همون جا همون با واسطه همون لازرهایی که میگویم زیر زمان، اون وقت اونجا لازر بود، زیر لازرها از ما اکنون اومد. اون وقت در ما این چیزا وجود نداشت، تکنیکا که علاقه در همون جمهوری تتارستان علاقه پیش رفتگی بود. که اونجا گفتن که نمی شود، یعنی که همون نوری که هست همون چیز وجود ندارد با وسیله همون لازر. گذاشتنی دیگر چشمو هم غیر امکان؟ شاید می بود، لیکن من راضی نشدم. چرا؟ برای اینکه من در همین موضوع چشمیم، اگر من بسیار عذاب کشیدم، خب اون داروهایی که من در چشم خود مثلا استفاده میکردم بسیار چشم مرا به درد می آورد و از همین سبب شاید بود من نگفتم که من به این چیز راضی نیستم. بینید، گاه ما هنگامی سخنرانی همون میگیم که دنیا واقعا هم زیبا، دنیا واقعا هم دلارا و واقعا هم جایهای تماشا باب دارد. همین دنیا رو شما چگونه تصور میکنید؟ هر یک کس دنیا رو به طرز خود مینگرد. خب، دنیا رو وقتی که میگویم به چشم سر میبینیم دیگر است، لیکن به چشم دل وقتی میبینه دنیا دیگر است. خب، البته که منم تصور میکنم وقتی که منظره های زیبا میروم، تاب من بولیده میشود. هستن جوهایی که میروم که من بسیار رو افتاده میشوم. یعنی من در همین علاقه حس میکنم که
همون طبیعت برای من پسند آمد یا که همون منظره برای من پسند بود. لیکن هستن جوهایی که میرم بسیار طبعم بولیده میشود، بسیار خوشحال میشوم، بسیار الهام ایجادی میواد برای من. البته که دنیا رو با چشم دل دیدنم این یک دنیای دیگر است. تصورش رو باور کنید اکنون من با شما رو سیگاب فهمانده نمیتونم. خب شما چشم دل گفته استودید، البته در روی عالم کم نیستن نفرانی که مثلا از دیدن محروم، یعنی قابلیت دیدن ندارن. از نقطه نظر شما هر یک آنها همون چشم دل دارن، یعنی آنها میتونن در حال زیبایی رو احساس کنن؟ تشکر زیاد. من رفیقایی دارم که آنها بعدا نابینا شدن. شخص وقتی که دنیا رو با چشم سر میبیند و بعدا نابینا میشود و علاکه این تصورات رو ندارد. این گونه شخصان اصلا بسیار ترسنده میشوم، یعنی که تنها مونده نمیخوام. وقتی که قدم میزنم اونها میترسن که علاکه میغلطن، چون اونها دنیا رو با چشم سر علاکه یک بار دیدن. این چیز رو با فکری من کمتر احساس میکنم با اون شخصانی که این دنیای روشن رو تماما ندیدن. شما بسیار مورد خودتون تنها میمونید در خونه؟ بله من تنها میمونم. مشکلی پیش نمیاد؟ مشکلی پیش نمیاد. تنهایی در یک جهت خوب است، نیکی در یک جهت خوب نیست. خب چی خوبی دارد تنهایی؟ تنهایی وقتی که من فکر میکنم نه تنها من. خب هر یک انسان بعضاً میخواد تنها باشد. بخاطر چی؟ بخاطر که کمی به خود فرو میرود، کمی به فکر میرود، کمی از گذشته خود، یعنی که خود به خود حرف میزند، کمی از خود سوال میکند که من چیکار کردم یا با کجا رفتم یا من در آینده باید چیکار کنم. از این جهتش یعنی که خوب است. لیکن وقتی که انسان تنها میماند و در نزدی و یکان کس مثلا همراه نمیشود و با صحبتی و یکان کس همراهی نمی کند، البته که این جهتی بدترین تنهایی انامین است. خب تا چند سالگیتون مثلا خانواده شما از شما خواتیر می شدن که مثلا نه افتاد پیش با نخورد و با دیگر مشکلی ها پیش رویش نوید، تا چند سالگیتون از شما خواتیر می شدن؟ یک مادر کلان داشتم. خب روسی بسیار من دوست می داشتم و اخوان شد باشد. وقتی که من 15 سال داشتم اوگز از دنیا گذاشتم. تو همون وقت از همه بیشتر و بیشتر اوگز با من خواتر بودن. دویم سراغ میکردم در کوچه، وقتی که با بچه ها بازی میکردم اوگز همه وقت من جیغ میزدن که نغلطید یا یکان جایتون نزند یا یکان جو نروید، یکان چیز نخورید، خیل بیاد احتیاط میکردم. خیلی البته حضور پدر و مادر، من فکر میکنم هر پدر و مادر برای فرزند خواتر میشود. چون که ما حضور اگر مستقل باشیم و صاحب زندگی باشیم، لیکن در چشم اونها هنوز کودک هستیم. درست. ولی شاید همین تو 15-16 سالگیم خواتر میشنم. علاقه من پس از اون که به شهر اومدم پدر و مادر در دیه هستم. خیلی طریق تلفن صحبت میکنیم، زود زود خبر میگیریم یک دیگر رو. فکر میکنم که شاید همون خاطری ها پسی سر شده باشد. شده است حالت هایی که مثلا در آوانی شاید کودکتون باشد که از سببی مثلا نبودنی قابلیت بینیش، یعنی دیدن، شما افتادید و یا دیگر مشکلی ها پیش؟ بله من زیاد افتادگی هم هستم. پیش پا خوردگی هم هستم. خیلی این چیزها زیاد بودم. با همه همین چیزها من یعنی که صبر و طاقت کردم. از همین مرحله ها گذاشتم. امروز مناسبت شهروندان با شما چگونه؟ مثلا طبیعی است که شما در کوچه گوکو هستید و با کار می روید بر می گردید. هستن نفرانی که مثلا نسبت همین گونه افراد غمخوری میکنن، در حال دستشون رو میگیرن با کجا میروید، شاید من گذرانم از این طرفی کوچه به اون طرفی کوچه،
بله ما اش رو باید قید نمایم که من قریب که همه روزه در کوچه هستم همه روزه از همین روزی از همین اولی هفته نو گویم اگر سر میشد من تو آخری هفته من هر روز با کار میروم میبیم بازم به این طرف و طرف من در همین نقلیات جمعیتی زیاد سوار میشوم تشکر میگم به همین مادران خواهران برادران انم شخصیتایی که همه روزا به من کمک میکنن یعنی که از کوچه بازم میگذرونن از همون نقلیات جمعیتی وقتی که وارد میشوید اونها به من جوی میدین نقلیات جمعیتی اگر ما ساده تر کرده گویم یعنی مارشروتکا ها بله خب هر یک مارشروتکا رقم خود را دارد که با کدام سمت باید رود یا میرود بله شما چگونه معین میکنید که مارشروت که یعنی که اون نقلیات جمعیتی که اومده ایستاده است با کدام سمت حرکت میکنه شما چگونه میفهمید یعنی وقتی که میبیاد اون مارشروت که اون کسی روشون گویم اگر خب حالا که باید خبر میدید که مثلا به طرفی پنجشنبه میرود یا که به طرفی یکون سمت دیگر میرود من بسیارتر از همین خط سیر رقم 41 استفاده میبرم اگر همین راننده ها اگر ماه تماشا کنم تشکر میگویم که بسیار آن همون شخصیت ها به من کمک کردن و همه روزه من همراهی میکنم ایشان ها و همون شخصیت هایی که در یعنی که همون ایستگاه ها میستن به من میپرسن که شما به کدام سمت میرید من میگویم البته که به همون خطری رقم 41 اونو البته که به من در حال کمک میکنم آکی عبدالملک خودتون گفته دو فرزند داره بله شکر که اونها قابلیت دیدن دارن بله از نقطه نظری خودتون و فکر خودتون سیمایشون چگونه باشه من روسی برای هر یک پدر اولین بار وقتی که فرزند تولید می شود بسیار یک خوشبختی است درست وقتی که نخست فرزندم دخترچه صفیه خان وقتی که به دنیا آمد من یوسی خودم ندونستم عشق ریختم خب من سیمای فرزندانم رو راستی خودم تصور میکنم فکر میکنم خیلی فرزندی من پسرم بیشتر به خودم مانند است به خودتون مانند است دخترم باشد به مادرش رفتارش به که چی در رفتار چی در سیما بدون استفاده آوازشان هم میشناسید مثلا بله میشناسم من نه تنها فرزندانم رو بلکه اون شخصی که مرا دوست می‌دارم وقتی که دستی مرا می‌فشورن من علاقه اون رو می‌شناسم اونو کی هستم بدون یگون سخن شکر که آیله شما هم من خوب می‌شناسم که اون نفر هم قابلیت دیدن دارن بله ازدواج شما چگونه صورت گرفت؟ این ازدواج ما یک کوه دور و درازش ما در درود دراز است ما در بسیار برنامه ها مثال فکرهای خود رو گفتیم و این شبه میگویم که وقتی که من در کالجی صنعتی به نام صادرخان حافظ باعثی دانشجو یعنی که اونجا تحصیل میکردم اویلم در کورسی دویم در فکولتیتی پیداگوگی دانشگاه دولتی خوجان به نام اکادمیک باباجان غفوروف تحصیل میکرد و در همونجا در قطار دانشجویان یک صبح بر وقت یک دختره اومد و نزد من نشست من اون وقت مشغول نواختن بودم خب پس از اینکه نواخته تمام کردم با من سلام علیک کرد و یعنی که خود رو شناسون بعد من گفتم شما از اینجا چیکار میکنید بعد گفت که من یک چوربینی هست و در اینجا تیاری میبینیم و بعدا همین گونه شد که خیلی
مو سلام علیک شدیم دو سال یک دیگر رو ندیدیم دیگر پس از اون چوره بینی ها گذشت مو دو سال یک دیگر رو ندیدیم و من با فکرم سیم کورس بودم که امی ماه مای در ریاستی جوانانی ولایت مو تکلیف کردن که مو یکی به یک لاگر استراحتی میریم یک روزه وقتی که در همون نقلیات سوار شدیم باز من همون دختره که واخوردم چگونه فهمیدید که همون دختره؟ من وقتی که یک شخص رو یک بار هم صحبت می شوم در آوازی وی علاقه می دونم یعنی که ده ساله ها گذارد من می شنسم علاقه وی کی هست وقتی که باز واخوردم بعد فریاد کردم نزدم پرسپوس کردیم بعد همون روز تا بیگه در لاگر مو یک جای قدم زدیم یک جای سیر و گشت کردیم هم صحبت شدیم پس از این ما نزدیکتر شدیم و بعدا شکری خدا که او دی همون سال ما اویلا برپا کردیم انا 11 سال سپری شد خب وقتی که پیشتون دعوت کردید گفتید شناختم بعدی بیان همین سخن حیران نشدن؟ بله حیران شد ایسوری محبت کرده؟ من ایسوری محبت یک بار نکردم چگونه صورت گرفتم ایسوری محبت؟ من اولا خیلی و خیلی خیلی صحبت کردم من محمود خان یک چیز رو باید قید کنیم که اینجا من وقتی که کالجی سندی به نام صادر خان آفیز آمدم همگی 23 سال داشتم علاقه من هم سبق خان هم سینفونی من در دهه علاقه اویلدار بودم ولی من در دهه یا در داخلی کالجی سند با یگان نفر ایساری معبد نکردم من فقط از یک چیز می حراسیدم که مثلا در این زمانه دشوار است با یگان نفر ایساری معبد کردم بزرگ میگوید که صورت زیبای زاهد هیچ است ای برادر سیرت زیبا بیا آدمی را عقل باید در بدن ورنه جان در کار و دارد هیما امروز چون که ما شما میبینیم مردم بیشتر عاشق صورت هستند نه عاشق سیرت ولی من فقط فکر میکردم که من با نفر ایساری محبت کنم اگر خاطری مرا میرنجاند من از این کاری خود شاید پشیمون شوم بنابر همین با یگان نفر ایساری محبت نکردم خب وقتی که با همین همسرم یعنی که شناسایی کردیم و نزدیکتر شدیم با طریق تلفن زیاد صحبت میکردیم من یک روز دعوت کردم همون باغی کمالی خوچندی که اون وقت اینقدر و مثل حضیره زیبا نبود اون وقت باقی کمال خوجندی بود لیکن کاروسیل همون چیو داشت بعد همجا دعوت کردم و بعد ایساری محبت کردم گفتم که من یک چیز رو باید به تو گویم که من تو رو زیاد دوست داشتم یعنی پیشنیاد میتیم که ما در آینده زندگی یک جایه بسر بریم بعد همسرم گفت که من راستیگه یک چیزی گفتن نمیتونم چون همسرم مادرش از دنیا گذاشتن پدر نیز ندارد از تربیه خاله و تقویش به وی رسیده است او به من گفت که من پیشنیاد میتیم که به این فکری شما که من یعنی که ناروزی گویم هم اگر میشود چون که گفت مرا تقویم گفتن که اگر پس از ختم دانشگاه ما خودمون تو رو به شوهر میدیم به اون چیزی که خودمون مناسب میبینیم میدیم یعنی که من به شما چیزی گفتن نمیتونم یعنی که وعده نمیتونم یعنی جواب انیق گفتن جواب انیق بله من از این چیز کمتر رو افتاده شدم خب چون که قید کردم من الکی گفتم که بله من شاید نمیگفتم همین گپا یعنی از گفته خودتون پشیمون شدید؟ پشیمون شدم ولی صد در صد من در گفته خود پشیمون شدم خیلی جواب دادم پس از چند وقت گذشت تقریبا 4-5 ماه گذشت بعدا زنگ زد که من به یکون خلاصه عنیق آمدن نتوانستم
چندی خواستگارها اومدن لیکن فقط یک روح انتخاب کرده ایستادم که فقط همین دلم میگوید که هم به طرف شما و بعدا من خواستگار فرستادم پس از یک ماه. اگر همین زنگ تلفنی نمیشد چیکار میکردید؟ یکون ایلوجی دیگر، یکون امکانیت دیگر، یا اگر ما صحبت تر کرده گویم یکون وریانتی دیگر بود؟ بله. چی وریانت؟ من شاید به سراغش میرفتم. آه شما میرفت؟ عشق یک چیزی بزرگ است. خلاص همون زنگ معین کرد که اون نفر هم بله. نسبتی شما محبت دارن. محبت دارن بله. در آخر قصه کتا ما یک جو اویلا بنیاد کردیم و صاحبی دو دوست رو یک هستیم. خدا رو شکر یک زندگی زیبای خاکسارانه دارم. پیشنهاد با بینندگان یوتیوب کانال احراری چنل. میخواهید که تجارتتون دو چند و ده چند روش کند، پس ما میتوانیم که در سال 2024 همه نمودی رکلامه های شما رو در داخل برنامه همون جای دیم و برای پیشروی تجارت شما چند کرده سهممون رو گذاریم. پس اگر خواهید که رکلامه های شما در داخل برنامه های ما باشد با این رقم ها زنگ زنید. یک سوال دارم. باشد. با آنانی که این همه زیباگی رو امروز دیده ایستادن، خلاص آنانی که قابلیت دیدن دارن، چی توصیه میدید با آنها؟ من با آنانی که امروز از این چیزی که شما در بالا ذکر کردید توصیه میدیم که از همین نعمتی که پروردگار داده است بیشتر و بیشتر شکرانه کنند. هیچگاه ناشکری نکنند و تا توانند در زندگی یک کاری نیک کنند، یک عملی نیک کنند، با روحی نیک روند. توصیه من نیست با اون شخصان همین گونه است. اگر خداوند به شما قدرت دهد، توانایی دیدن دهد، یعنی مثل انسان های عادی، اگر خداوند همین گونه قدرت و توانایی دهد که شما دیدن دیده می توانید، اولین شده کی رو دیدن می خواهید؟ تشکر زیاد. اگر چنین قدرت به من روی دهد، من اولین شده مادرم رو دیدن میخواهم. به نظر شما سیمایشون چگونه است؟ مادر من بسیار یک زن خوب است. زنی است که در زندگی در برای من بسیار اذیت ها کشیده است. تمام مادرهای دنیای من احترام میکنم. در قطار مادران مادر خودم را نیز دوست میدارم. مادرم بسیار یک سیمای زیبا دارد. خب برای سلامتی شما بسیار گریه میکردن؟ بله. مادر گاه پنهانی گاه در نزیمم، لیکن فکر کنم شاید پنهان از من زیاد اشک ریخت. حرکت میکردن برای آرام کردن مادر؟ بله کوشش میکردم. چی میگفتید؟ خیلی میگفتم مادر این تقدیر است. یعنی مادر مادر است.
خواهید نخواهید البته که تو مثلا عشق نریزد فکر میکنم خودش را آرام نمیکند. این در طبیعتی تمامی مادر است. همی هر یک مادر یک بوی به خود خاص دارد. من مادر خود را در کودکی در همین بویش میشناختم که یعنی که مادرم نزدم اومد و حالا هم همون بوی مادر یعنی که در دماغم هست. امروز قید حیات هستند؟ بله هستم، خدا را شکر. مادر پدر در قید حیات هستند. پدرم نیز بسیار با شاعران کلاسیک سر و کار داشتم چون بسیار دوست نداشتم. مادر خانه در تمام همین کتاب های شاعران کلاسیک داریم. آقای عبدالملک چی آرزو داره؟ و من تنها یک آرزو میکنم. خب آرزوی من یعنی تنها دیداری خداوند است. گاه میشنوم که اونانی که قابلیت دیدن ندارن بدون یکون شک و شبه اولین شده با دیداری خداوند میسر میگردن. بله شنیده؟ بله بله باور داره؟ خداوند مهربان است. ما آرزو میکنیم که بیزار همین گفته ها حقیقت داشته باشد و شما یکی از اولینان نباشد که به دیدنی جمال پروردگار میسر گردید. در امروز دنیا من آرزو نمیکنم، من میخوام در اون دنیا بینا باشم نه در این دنیا. خسته نکردیم شما رو؟ نه نه البته که خسته نیست. سوال های ما شما رو ناراحت نکرد؟ نه 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 بله باشد که هم مردم تکراران میگویم که مقصد اساسی ما یک چیز است که شما بینا هستید نصیبتان کند. ما یکان بدبینی نداریم، یکان حسود نداریم، فقط یک چیز رو میخواییم که مردم ما همه شکرگزار باشد. شکری سالمی خودتان رو کنید، شکری تینجی وطن رو کنید، شکری آرامی وطن رو کنید که وطن ما تینج است، آرام است، آسوده است و بالاخره هیچ گفت فراموش نکنید که بنده باید شکر گذار باشد. بله میخواستم یک از آوازخوانی شما هم بهرمند شویم. اسباب موسیقی هست، آواز فارمی شما همراه خودتان البته. شکر. اگر برای ما دریغ نمی داشتید خرسن می شده. باشد. من یک شعری شادرمان استاد گلنظر می خونم. خب. با آهنگ هنرمند مردمی تاجیکستان ورونبک همدم و فروشان شد باشد. استاد بسیار نسبتی ما احترامی بلند داشتند. پیشنهاد با بیننده یوتیوب کانال احروری چنل. میخواد که تجارتتون دو چند و ده چند روش کند. پس ما میتوانیم که در سال 2024 همه نمودی رکلام های شما رو در داخل برنامه همون جای دیم و برای پیشروی تجارت شما چند کرتا سهممون رو گذاریم. پس اگر خواهید که رکلام های شما در داخل برنامه های ما باشد با این رقم ها زنگ زنید. چشم دل از دیده بینا چی سود کور باشد چشم دل از دیده بینا چی سود
زوق گل بازی نباشد دامنی صحرا چی سود زوق گل بازی نباشد دامنی صحرا چی سود زربا مهر جهان میلی بزرگی میکند ذره با مهر جهان میلی بزرگی میکند خود اگر دنیا نباشیم از همه دنیا چی سود خود اگر دنیا نباشیم از همه دنیا چی سود زندگی در زندگی از بیش و کم آری نبود زندگی در زندگی از بیش و کم آری نبود موهین بیش و کمی باشیم اگر از ما چی سود موهین بیش و کمی باشیم اگر از ما چی سود شادن های سادر بازی تیلا چی سود خاطری آشفتی ما را نیابی چاره خاطری آشفتی ما را نیابی چاره سوزی عشق دیگر نباشد از سری سودا چی سود سوزی عشق دیگر نباشد از سری سودا چی سود یک دنیا سپاس سلامت باشید هیچگاه آوازتون خسته نگردد همیشه در مرکز توجه همگان باشید سلامت باشید آکی عبدالملک طبیعی است پیدا گردیدن این سوال که مثلا نوازش این اسباب موسیقی رو چگونه آموختید و پرده ها رو به یک مشکلی مثلا شما جدا کرده توانسته ایستادید چگونه این همه تشکر زیاد من وقتی که بسیار با موسیقی شوق و رغبت زیاد داشتم خب بعدا در همون مکتبی دیها خب یک کروژوکی همون بین مکتبی عمل میکرد اونجا یک معلم داشتم شادروان روحشون شاد باشد استاد زبیدلویف صمد قل انا اونجا ایشان اسباب رباب رو نواختن رو با من بسیار آموختن و همه خیلی لازم اومد که هر یک همین انگشتی منه باید بالای همین پرده اسباب موسیقی گذارم استاد این کار رو نیز کردن و بعدا خودشان با یک رباب می نواختن و من اون چیزی که می شنیدم همون چیزا من تکرار می نواختم یعنی با همین گونه مشقو
مو با من آزمون های بینی نوحیوی یعنی که اشتراک کردیم و ویستا ویستا من هم خیل با قدر امکان من برای خودم می نوزم. شما تلفنی موبیلی دارید؟ بله دارم. من با شما زنگ زدم روز و ساعتی برنامه رو موفقه کردیم. بله. و از من دیده شما چکونی کردید و تکراراً زنگ زدید وقتی که روزش اومد. بله بله. من به خلاصه اومدم و همین گونه فکر کردم که شاید خانواده با شما کمک کرده باشند. اما وقتی که همراه می اومدیم به این استودیو دیدم که شما به کمک یک نفر خودتون تلفنی موبایل رو استفاده برده ایستادید. یعنی چگونه؟ بله همین اگر خطا نکنم من از سال 2006 اینجانب من تلفن کار میفرمایم. خب یعنی که اصل 21 میگویم محمد خان. بله اصل علم تکنیک پیشروی است، اصل ترقیات است. مثلا برای نوبینیون همین گونه یک تجهیزاتی است که مثلا همون ورق همین کاغذی تکست اگر مونید خودش قرائت کرده به شما میدهد، یعنی مکتوب مثلا میگذارید. این گونه چیزا مثلا وجود دارد. یعنی برنامه، یعنی پروگرام میگه هست. همون پروگرام ها یعنی که هست که همون تجهیزات رو یعنی که از خارج وارد کردن علاقه جمهوری با کامپیوتر ها نیز با واسطه اوز هست. و من یک 4-5 سال شد که همگی از این چیز برخوردار شدم. پیش تلفنی که من کار میفرمیدم یعنی که اگه اون صدا نداشت گویم اگر خطا نمیکنیم، چون هم خیلی کنابکه بود یعنی به یک اون صدای به یک اون چیز من اون استفاده میبردم. وقتی که من از این پروگرام ها از این برنامه ها برخوردار شدم من علاقه فهمیدم که چند مشکلی من مثلا آسان میشود. یعنی که از همه مشکلی چی هست برای هر یک نفر دانستنیز وقت مثلا ساعت برای من این چیز آسان گردید که علاقه خودی تلفن گپ میزنه ساعتا. حضور شما گفته میتونید که ساعت چند است؟ بله اگر تلفن گیریم البته که میگیم که چند. تلفنتون با خودتون؟ با خودم. بله. ساعت چند؟ حضور میبینیم چند است. ساعت 20:09 است. بله من ساعت 20:09 است. تشکر به آنانی که همین گونه برنامه ها رو روی کار می آورند تا مشکلی همین گونه افراد آسان شود. بله البته. برای انتخاب سرود لباستون کی کمک می رسونه؟ شکر خدا همسرم. همسرم کمک میکنم. بله تشکر. یک سوال دارم. صحبت امروز هم آبادو شما رو نوراحت نساخت؟ نه بسیار خوشحال شدم من امروز. وعده میدید که با گذشت وقتی معین تکراراً مهمون ما میشوید و تکراراً صحبت های ضروری و درکاری میاریم؟ البته برای چی نه. من بسیار بسیار میخوام باز اون گفته هایی باشد که ما برای مردم گوییم، برای شخصیت هایی که مثلا روشن زمیر هستند هم تقدیر روی من هستند برای اونها گوییم باشد. خب در منطقه که ما مثلا فعالیت میبریم برای همین گونه افراد چگونه شرایط ها نمیرسد؟ اصلا شرایط هایی که به شما ضرور است شما خودتون میدانید درست؟ بله. نه هر انسان همین گونه شرایط ها رو درک کرده میتونند که مثلا بودن این شرایط ضرور است یا این ضرور است و این ضرور است. چی شرایط نمیرسد؟ یعنی که در همین استودی شما گویم اگر؟ نه در عموم در همین کشوری که ما اون رو بسر خود دایست در یعنی که در همین شهر مثلا میگیریم؟ بله. بله در شهر من گفتم ممکن است که مثلا چراغکای گویو هستن، مخصوص که اونجا وقتی که شما میخواید که گذره یعنی که همون چراغک فعال میکنه علاقه باید با واسطه اوازی به شما میفهموند که کدام رنگ است. بله متاسفانه این چیز وجود ندارد در ما. روح های مخصوص تکلیه است که مثلا نوبین ها با اصاشون قدم میزنند. این چیز ها در ما وجود ندارد.
باز چی چیز؟ چی چیزهای دیگر که برای نابینایان خیلی در بیناها مثلا هست که همون لیفت ها باید آوازی باشند یا که با وسط همون رقم ها مثلا یکون نشانه باشد که باید ما معین کرده توانیم امروز ها در این همی چیزها برای ما بسیار کم بود هستن، پرابلم هست. فکر میکنم که در آینده بینوبند میگیرن ناز میشود. سلامت باشید. البته شکری بودنی چنین رهبرانی که واقعا هم غمخوری ملت هستند، غمخوری شهروندان هستند. البته این گفتگوی شما رو بینوبند میگیرن. بله. برای اومدنتون اکی عبدالملک سپاس. من امید برام میبادم که هر انسان که وقتشون رو جدا کردن و همین صحبتی منو شما رو تماشا کردن به خود چیزی گرفتن و اونو من باباری گفتم میتونم که اونا وقتشون رو بیوده صرف نکردن. بله سلامت باشید. من نیز از فرصتی بسیار مناسب استفاده بردم. حالا با شما دوستی عزیزم و با اون شخصی که انمی سیما و صدا و سیما و ما و شما به هم بینندگان نشون دادن شنوندن با اکوی عزیزی ما بسیار منداری خود رو میرسانم و در آخر به همه شما برای ایجادی موفقیتی کار میخوام. سلامت. تشکر. بینندگان عزیز ارجمند، هدف پیشنهاد این برنامه تنها یک چیز است. امروز شما تنتون زیاد است، امروز شما شکمتون سیر است، امروز شما دارو هستید، شکرگزار باشید. یکون کمبودی باشد البته عذرخواهی میکنم. من میدونم که مثلا همین گونه با بیننده هایی داریم که با وجود این همه مثلا زحمت و تلاش ما باز وقت پیدا میکنن بالای دیوانی خودشون می نشینند و تلفن رو به دست میگیرن یا پلانشت رو به دست میگیرن، اونایی که توسط یوتیوب تماشا میکنن هر گونه سخن رو پایان می نویسن. دوستان عزیز، از نوشتن بعضی سخن رو التماس میکنیم که خودداری کنید، زیرا که ما مقصدی نداریم که یک نفر رو طعنه کنیم و ملامت کنیم. مقصد ما این است که همگان در جامعه امروزی ما شکرگزار باشند. اکی عبدالملک سپاسی به پایان و امید برام میوادم که در نشرهای دیگری برنامه با شما بسام دیده و دیدار میرسیم. البته تشکر. استفاده از این فرصت خلای سپاسی به پایان میگویم با استودیوی پانوراما ویدینگ که برای ما واقعا شرایط بهتری رو فراهم آوردن تا ما این برنامه‌مون رو نوار گیریم و روی اکران شما پیدا گردونیم. و اونایی که در پیش توی مرکه دارید میتونید به همین استودیو مراجعه کنید. چند نقطه های دیگر دارند که شما میتونید با اویله خیش، با نزدیکان و پیوندان خیش عکس گیرید، نوار گیرید و در لوحه تاریخ ثبت نمایید. استفاده از این فرصت خلای سپاسی به پایان با مرکز استوماتولوژی صدف که سرپرستی همین برنامه ما را به ذمه دارند. ما صدف را به شما توصیه میدیم. مرحبا با طبابت عصر 21. اکنون در مرکز تشخیصی و طبابتی صدف نه تنها خدمت رسانی های استوماتولوژی، بلکه برای سالمی شمایان، بیماری های امراض درونی، نورولوژی، بیماری های کودکانه، کسلی های دل، درد پای، درد میان، امراض زنانه، مردانه، کسلی های پوست، قند، بیماری های آلرژی و دیگر نمودی بیماری ها را متخصصان صاحب تجربه ما با تجهیزات موثرترین طبابت میکنند. برای بیماران در صدف تمامی شرایط های ضروری فراهم آورده شده است. از قبیل اجره های براحت، آشخانه با پیشنهادی 3 محل خوراک های لذیذ، تالاری ورزشی، تالار برای تماشای فیلم ها و اینچنین سیر و گشت به مکان های تاریخی با بیماران. مهمش بیماران 24 ساعت زیر نظارت طبیبان ما قرار می گیرند. سراغ ما شهر خوجند، میکرانوهی سیوم، روبروی بیمارخانه ولایتی، پهلوی تولدخانه شهری. تلفن 92-888-88-64. اگر خواهید رسیدن به هدف، پس مرحمت به صدف.